بریم گذری داشته باشیم تو تاریخ 400 ساله محله آبکو. با من همراه باشین. قدمت قلعه آبکو طبق کتاب روزی روزگاری آبکو از علی دشتبان به 400 سال قبل میرسه، که البته عده‌ای از قدیمی‌های محل قدمت اون رو به بیش از 1000 سال نسبت میدن. آبکو از جنوب به روستای احمد آباد و روستای ملک آباد و از سمت شمال به گندمزارها، از سمت غرب به کاریزها و از سمت شرق به باغهای روستا منتهی می شده. قلعه قدیمی آبکو در ابتدا چهار برجی نامیده می شده. دلیل اون هم داشتن چهار برج بلند در اطراف روستا بوده. این قلعه شامل سه محدوده قلعه کهنه، آبکو و سعدآباد بوده. آبکو قلعه با کتیبه سنگی. حکایت آبکو از یک قلعه قدیمی شروع میشه. قلعه با چهار برج گلی 5 متری و دری چوبی که روی اون کتیبه سنگی وجود داشته و روی اون این عبارت دیده میشده: به لعنت خدا گرفتار بشه هر کس که از سهمیه صدی 10 یا بیشتر اشریه بگیره. قصه از این قراره که ساکنان نخستین این قلعه کشاورزهایی بودند که ماموران آستانه اونها را از ولایت اطراف می آوردن تا روی زمینهای آستانه کار کنند. در این میان آستانه مقرر می کنه که مردم در ازای سرپناه و کشت در زمینها هر ساله 1/10 محصول برداشتی خودشونو به آستانه بدن و به جای اجاره منزل نیز هر ساله کودهای حیوانی جمع شده رو برای زمینهای آستانه استفاده کنند. این کتیبه در واقع هشداری بر این ماجراست تا سهم زیاد از حق نبرند و سبب زحمت رعیت نشوند. اما طبق سندی که از سال 1100 خورشیدی به جا مونده، محدوده محله آبکو در نقشه های مشهد روستایی منفصل با 1/10 مساحت فعلی بوده که محلی ها اون رو چهار برجی می نامیدن. این منطقه کم کم به دلیل مهاجرت اقوام مختلف به اون گسترش پیدا می کنه و در کنار خود محله ای رو که امروزه به اون سعدآباد می گن اما در گذشته روستای سعدآباد بوده به وجود میاره. بعدها و در ابتدای قرن حاضر نیز با افزایش جمعیت دو روستای چهاربرجی و سعدآباد با همدیگه ادغام میشن و در قالب سکونتگاه یک پارچه محدوده آبکوه امروزی رو نقش میزنن که تا اوایل دهه 50 خورشیدی همچنان با همان عنوان چهاربرجی معرفی میشد. بچه تسمیه این نام رو هم میتوان در وجود همان چهار برج نگهبانی دانست که اطراف این منطقه بوده. تا چندی پیش قامت فرتوت اما ایستای یکی از برج‌های اون باقی بود، اما در چوبی بزرگش که 4 متر ارتفاع و 6 متر طول داشت حدود 70 سال قبل بعد از خراب شدن دیوارهای اطراف قلعه برداشته میشه. آبکو تنها زمین‌های محصور در برج‌ها نبوده و بخش‌های مختلفی داشته. موسپید کرده های آبکو در خاطراتشون از جایی به نام دم قلعه یاد می کنند که بر اساس نقشه های امروزی جایی حوالی دستقیب 27 می شده و گویا تا حوالی دهه 60 و قبل از بازگشایی بلوار دستقیب فعلی پا بر جا بوده، جایی که به قول دشتبان آفتاب نشین ها مردم فارغ شده از کار روزانه تو سایه اون مینشستن، چیزی شبیه یک پاتوق محلی که افراد در ساعتهای بیکاری برای گفتگو با خبر شدن از امور مهم و حتی تماشای مسابقاتی چون کشتی و زورآزمایی‌های پهلوانی اونجا گرد می اومدن. گوشقه دیگر مکان قدیمی در محدوده آبکو و بیرون دیوارهای قلعه بوده که حالا دیگه نشونی از اون وجود نداره، اما برابر خاطرات اهالی قدیمیش به جایی در پشت دیوارهای شمال شرقی قلعه گفته می شده که از دو ترکیب اصطلاح
گو یا گاو و شقه ساخته شده. زمین‌های سبز گوشقه محل چرای دام به ویژه گاوها بوده که بعدها در اون گودالی بزرگ با دهانه 50x25 متر و ارتفاع 2 متر ایجاد میشه. این گودال گویا بعدها با شروع ساخت و سازها در بیرون قلعه بر اثر خاکبرداری‌های بسیار مردم برای درست کردن کاهگل پشت بام به وجود اومده. قنات‌های پرآب آبکو. نویسندگان کتاب مکتب شاپور در کتابی که احوال مشهد را در ابتدای قرن ترسیم کرده، برای آبکو از 4 قنات پرآب اسم می‌بره: سناباد، پین او، سرده و چهلزینه. به مجموع اینها میشه یک آبانبار قدیمی هم اضافه کرد که در بیرون قلعه قرار داشته و آب مصرفی مردم آبکو از طریق اون تأمین میشده. آبانباری که با ایجاد آب لوله کشی در اوایل دهه 40 بدون مصرف میشه. به گفته قدیمی ها محل سازمان آب در انتهای خیابان فلسطین فعلی یک چاه عمیق که به چاه فیلمان معروف بوده حف می کنن که این سبب خشک شدن چاه های آب و در نتیجه کم آبی محله آبکو میشه. اعتراض مردم به این مسئله آب لوله کشی رو به این محله میاره. با اومدن آب لوله کشی و بهبود امکانات شهر چنان گسترش پیدا میکنه که آبکو وارد نقشه شهرداری مشهد میشه. کت خداها و سرسالارها. قلعه آبکو تا اواخر دهه 30 زیر نظر کت خدا اداره میشده که معمولا یکی از معتمدان محلی بوده. با سلام، این تیکه که در حال حاضر روبروی دستخیب 4 هست یا بین دستخیب 7 و 9، این در قدیم سعدآباد بود، یعنی بسته به گوهرشاد و میدون راهنمایی و آبکو. حالا خود بافت آبکو، روستای آبکو، ده آبکو، قلعه آبکو از آخر این بلوار بوده که الان باز شده، دستخیب رفته تا چهارراه خیام. خود آبکو یه بنچاق نزدیک 400 ساله داره که بزرگتر از من که زنده ام میدونه و تایید میکنه. غلام حسین سالاری آخرین کت خدای آبکو و سعدآباد بوده که از سال 1313 تا زمان فوتش سال 1377 به عنوان ریش سفید و بزرگ محله انجام وظیفه میکرده و رتق و فتق امور رو به عهده داشته. مساحت محله آبکو 30 هکتاره. بچه تسمیه نام محله آبکو به عقیده بومی های قدیمی این محدوده، از اونجا که در روزگاران گذشته و در هنگام بارندگی آبهای سطحی کوههای سمت جنوب و شرق ابتدا به روستا سرازیر می شدن و این محله نخستین روستای مسیر آبها بوده، اون رو آبکو نامیدن. پیشینه ابتدایی ساکنان آبکو بیشتر اونها کشاورزان زمین‌های آستانه بودند، اما پیشه‌هایی مثل آهنگری، سلمانی، نجاری، حلبی‌سازی و کندومالی هم در محله دیده می‌شده. نخستین مدرسه به نام نواختران بوده که در حدود سال 1335 در خیابون آپادانا یا شهید صادقی 8 امروز در منزل استیجاری پا میگیره. اما نخستین مدرسه دولتی این محله اردشیر بابکان که امروزه به نام شهید محسن صداقت نام داشته که در سال 1341 در میدان راهنمایی تأسیس میشه. اواخر دهه 30
برق‌کشی اواخر دهه 30 انجام میشه. منبع این انرژی جنراتوری به نام برق ورشوجی بوده. گویا در شمال شرقی روستای سعدآباد قدیم باقی قدیمی به نام ورشوجی سبز بوده که اهالی با اجازه مالک دو موتور برق اونجا نصب میکنن. این موتورها پس از این از ساعت 12 ظهر تا 12 شب برق محله آبکو رو تأمین میکردن. در ظل شرقی گودال گوشقه ساقعی وجود داشته که محلی ها اون رو خیرات می نامیدن. خیرات در واقع بخشی از خونه مرحوم غلام حسین نجار بوده که اون رو برای رفاه حال مسافران ساخته و وقف اسکان غریبان شهر کرده و میشه گفت که حکم مسافر خونه بین راهی داشته، با این تفاوت که پولی نبوده. به گفته اهالی در گذشته که از امکانات امروزی خبری نبوده، روستاییانی که از ییلاقات مشهد و روستاهای اطراف برای زیارت و همچنین فروش محصولات دامی خودشون به مشهد می اومدن، در این محله اتراق می کردن و غبار خستگی راه رو از تن می تکندن. این مسافران اگر به شب بر می خوردن، تاریکی هوا رو در این محله می گذروندن و مردم آبکو نیز با پذیرایی از زائران رسم مهمان نوازی رو به جا می آوردن. گویا حدود 40 سال قبل هم دیگه از اون مسافران و رهگذران خبری نبود. افراد نیازمندی در خیرات زندگی می کردن که بین مردم آبکو به خیراتی ها شهره بودن. اوایل دهه 40 لوله کشی آب تو محله آبکو انجام می شه. نام یکی از قنات های قدیمی محل که به گفته اهالی دارای 40 زینه یا 40 پله بوده، مردم برای تأمین آب مصرفی روزانه از اون استفاده می کردن. این مکان حدود 100 سال پیش تخریب شد و روی اون ساخت و سازهای شهری قرار گرفت. و اما امروز محله آبکو. امروز محله آبکو با بافت قدیمی و فرسوده و سنگندازی های شهرداری که اجازه ساخت و ساز به نوعی تو این محله قدیمی یا نمیده یا سنگ میندازه. بافت فرسوده گفتن آقا هست یه که مفت مردم بخیرن به آپادانام خوره، هجرت، توفیق، فلسطین، راهنمایی، سجاد، یعنی در بهترین شرایط منطقی قرار گرفته. نمیذارم بسار چی میگن؟ هیچی میگن مال تخریب و نمیدونم مال بافت فرسوده. میگم اگه بافت فرسوده آقا بیم بخرم، پول بدم ما برم. نکرد یک شام یه قیمت میذاره، یک شام یه قیمت دیگه میذاره، هر کسی یک جواب درستی نمیدن با آدم. تا دو سال پیش خیلی خوب میخریدن از نظر قیمتی، ولی الان یکی دو سال قیمت ها رو خیلی کمتر دارن میزنن. یه مثلا حتی اون قیمتی که دو سال پیش هم میذاشتن رو بعضی مغازه هم الان همون قیمت هم نمیخرن. محله آبکو سعدآباد در منطقه یک از قدمت زیادی برخورداره. هرچند به گفته اهالی شرایط موجود در محله نوعی بیمهری به اون محله و قدمتشه و هر کدومشون حرفای زیادی برای گفتن دارن. بدرود تا کوچه و پس کوچه‌ای دیگر.